سلام مجدد، صبحتان بخیر، عیدتان مبارک باد. آرزو میکنیم خوشی هایتان پایدار باشه. در خدمت هستیم. برنامه دیدار صبح را تا ساعت ده بیننده هستین و سپاسگزاریم بابت حضور و همراهی گرم و با محبتتان. باز هم موسای صابری با ما است و صدای زیبایشان میخواییم لذت ببریم و شنونده باشیم. یک بار دیگه صبحتان بخیر صابری سر. تشکر زنده و سلام. مشنویم از شما. عید آمد و هر کس پی کار خویش است، می نازد اگر غنی اگر درویش است. من بی تو به حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوز هم رمضان در پیش است. باز آمدم چونی دنو تا قفل زندان بشکنم، تا قفل زندان بشکنم. این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. باز آمدم چونی دنو تا قفل زندان بشکنم. گر پاسبان گوید که های بر وی بریزم جام می، گر پاسبان گوید که بر وی بریزم جام می. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. خانه کرم دوستار دایی، میمان خیشم بردایی. خانه کرم دوستار دایی، میمان خیشم بردایی. گوشم چرا مالک تگد، من گوشه نون بشکنم. باز آمدم چونی دنو تا قفل زندان بشکنم، تا قفل زندان بشکنم، تا قفل زندان بشکنم. قفل شکستین خیر، دست کس را نشکنانین لطفا. گفتم قفل شکستین خیر، اما دست کس را نشکنین، خصوصا ایام عید. خب ساختن شکرنجی شوخی کردم، بسیار زیبا خواندین، واقعا صدای شما هم مقبول است. باز هم میخوایم از شما شرمنده باشیم و
این قسمت از برنامه مهماندار هستیم، بانوی ارجمند سحر ساحل رئیس انجمن اجتماعی با همی تشریف دارن و از بانو ساحل عزیز شنونده می باشیم که برای چی آمادگی و برنامه داشتن. لباس های بسیار مقبول هم پوشیدن، البته هم رنگ من. صبحتان بخیر، ریدتان تبریک، بسیار خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر، صبح تمام اعضایی که ما را بینده هستن، همچنان دوستایی که در استودیو هستن، صبحشان بخیر، خدا کنه عید خوب و خوش را آغاز کرده باشه. زنده باشی، لباس های تبریک بسیار مقبول است، بخیر کنه کنید. زنده باشی. چطور بود آمادگی های عید؟ خستگی رفع شده یا نه؟ خب خدا شاهد است که من تا دیروز هم هیچ کدام آمادگی نداشتم، چون بر شما معلوم است که مصرفیت های زیاد بود و زیادتر شده دیگه. بعد از دیروز بعد از یک بجه، یعنی وظیفه داده بودم، اما وظیفه هایی که بر خودم خودت همیشه وظیفه میتی، اید دیگه هم پرسان کردم گفتی وظیفه میتون بر خواهرها. بله بله دقیقا. خب ما نمیخوایم دروغ بگویم و نمیخوایم که خدا بسیار یک آدم کاری و باری نمود بگویم که ما رنی هستم، چرا که من نمیتونم، مسئولیت من زیاد است. من صبح بر شما معلوم است که 5 بجه از خانه بیرون میشم و دوباره شام وقت که من برم 9 بجه 8 بجه خانه میرم. پس من چه وقت آمادگی بگیرم، چه وقت میتونم آمادگی بگیرم؟ فرمان دادیم؟ فرمان دادم و خدا شاهد است، خدا کنه که نبینن نشنن که شما اونا را یکم هوشیارتر ساختین، یکم بیگفتر شدن. هوشیار خوب بودن، فقط بحث احترام مطرح هست. دقیقاً شما احترام دقیقاً دارن. لباس خودت چی وقت تهیه کردین؟ سلامت زنده باشین دوستا، دستشان درد نکنه. دوستای بودن که من بامیان سفر داشتم که کنسل شد، من خودم رفتن نتونستم و خواهش که از دوستا داشتم، گفتم برنامه ما رو کنسل کردین، من رفتن نتونستم و لباسایی که ما در نظر گرفتیم بر ما حتما بیارین. باز تقریبا یک ماه یک و نیم ما پیش آورده بودن و 5 روز پیش از این وعده بود که خیاط بر ما دوباره بده و کالای من دیروز از پیش خیاط گرفتیم. دستدوزی زنای زحمتکش بامیان. دقیقا دستدوزی زحمتکش خانمای بامیانی هستن که به خاطر حمایت و به خاطر استفاده از این و به خاطر از این که امسر آینده ما خوش ندارن، یعنی همیشه لباس های رسمی بوده، از ما شما همیشه در کار در وظیفه دریشی یا لباس رسمی خسته شدیم صادقانه. دیگه باید حمایت کنیم از لباس های افغانی خودمو. بله. همین یک بهانه شه خانم ها رو، دقیقاً بدون بله. شک ما خانم های همین خانم ها هستیم، امید شما استفاده کنیم. دقیقاً خب برنامه ها و کارهای خودت بیش از حد است، یکم توضیح بده که سحر ساحل از بامداد از پگاه تا بگاه چه کارها را انجام میده؟ خب سلامت زنده باشین. در قدم اول شما میفهمین که من مسل هستم، البته رشته دوم مک میخوانم سال آخر مسل الحمدلله. من 5:30 باید برم دانشگاه، 7:30 دوباره بایم دفتر و با وجودی که من همی کارهای شخصی که دارم کمتم از بیرون و داخلی شما در جریان هستین، در ضمن از این میان جمعه پیش میبرم یا سرچه و دوستان لطف کردن دیدن که من حتما وقت اضافه تر دارم و یک مسئولیت جدیدتر و خیلی مسئولیت بزرگتر را به دوش من انداختن. خدا کنم من بتانم با آسانی از زودی از او برآمده بتانم. امیدوار هستیم و به شما باور هم دارم. سلامت زنده باشین، تشکر. خب مثل شما اکثریت بانوا در خانه زندگی میکنن، امیدشانی از که از چهار دیوار خانه بیرون شوند، کار کنند، فعالیت کنند. شما چطور موفق شدین که اونا هم راهش خودتان انتخاب کنند؟ خب دقیقا وقتی که ما خانم ها در افغانستان در تمام ممالک ما بینیم خانم ها مشکلات خود دارن، اما بدبختانه در افغانستان زیادتر است، بدل از اینکه سطح سواد خانم ها کمتر است نسبت به دیگه ممالک، یعنی در دیگه ممالک که از جبری است که باید تا صنف 12 بخونن بعد از او تحصیل کنن بعد از او خودشان تصمیم بگیرن، اما در افغانستان تصمیم گیرنده فامیل ها هستن که دخترایشون باید درس بخونن، باید درس نخونن، وظیفه برن نرن. ما طبعا از ولایت بغلان شروع کردیم درسای خدا و خوشبختانه ما از اول که آغاز کردیم مادرم پدرم همراه ما بوده، حامی ما بودن از دوره مکتب. ما بازم تکرار میکنم، من اشتباهی بزرگ کردم در صنف 9 تصمیم داشتم مکتب با گپ اندک که ما داشتم تصمیم داشتم که نرم، سر امتحانم بود، پس دوباره مرا مادر مجبور ساخت که ما برم مکتب. خدا رو شکر که دوباره شروع کردم، همچنان ما در کنکور یعنی رشته دلخواه خود که میخواستم کامیاب نشدم، بازم میخواستم که ادامه نتم، بازم مادر من امرای من، یعنی من از اول که شروع کردم خودم ضعیف بودم، یعنی هدف مشخص نداشتم. وقتی که داخل دانشگاه شدم
و هدف بر خود تعیین کردم که کار اول شمایی بوده که بر خود دورنما مشخص کردم. دقیقاً بر خود باید آمادگی گرفتم و درس خواندم از پانتون. وقتی که ما داخل دانشگاه شدم همگی به این باور بودم من فقط دانشگاه برم بیام درس بخونم، اما ما در صنف نو که شما شاهد هستین آل فضل خدا قابله و دکتر زیاد داریم. ما سال اول که رئیس جمهور اول آمد کرزی آمد خیلی کم داشتیم دکتر زن و از مکتب بر 3 ماه و 6 ماه برای آموزش می بردن. که خوشبختانه ما هم در آموزش کامیاب شدم، رفتم درس خواندم و آمدم. 1 سال تقریبا که من دزم نزی مسئول بودم در یکی از خلاف رشتیم، البته نظر به مدرسه درس خوانده بودم، آمدم در یکی از کلینیکایی که در ولایت بغلان بود شروع کردم، یعنی از 3000 افغانی ماش من شروع کردم. بعد از او بر من امی ماش را گرفتم شیرین تر شد رفت که باید من کار کنم. خدا شاید از مصرف که آدم پیسی که اوایی بر آدم مثلا پدر یا مادر بر آدم میده یا پیسی که خود آدم زحمت میکشه خیلی لذت داره مصرف کردنش. و بعد از اینکه من درس خواندم پدرم خدا رحمت کنه پدرم تکلیف قلب پیدا کرد، مریض بود، ما ضربه خیلی جدی را خوردیم چون برادر کلان ما از دست دادم. بعد از او پدرم خودش بر من وقتی که حمایت پدرم این بود گفت که بازوی من شکسته اما من احساس نمیکنم، بدل از اینکه خودت بازوی من هستی. در فامیل ما همیشه وقتی که ما 4 خواهر یک برادر بودیم، یعنی برادر خودم که از دست دادم هیچ دختر بچه رول مهم نداشته که باید دختر داشته باشن یا بچه. امی حامی پدرم وقتی پدرم بر من قدرت داد دقیقاً دیگه بازم پدرم رای من بود. و بعد از اینکه آستا پدر ضعیف‌تر شد تقریبا 7 سال یا 10 سال میشه که مسئولیت بزرگ را بر دوش من انداخت که وکیل خانه بعد از این خودت هستی. دیگه بعد از اینکه ما از ولایت بغلان آمدیم در کابل، یعنی ما در ضمن نزدیک باید فامیل خود حمایت میکردم، باید متوجه درس امشیره باشم از برادر باشم و همچنان هم سرپرستی فامیل ما داشته باشم. این سرپرستی وکالت را خوب هم پیش بردی، شناختی که من از خودت دارم. خوب شما میگین سلامت زنده باشین. بالوی موفق و شجاعی هستی. حال امروز فردا و پس فردا برنامه و تصمیم و خودت چیست؟ چی کارها را قرار است انجام بدی؟ خوب شما سلامت زنده باشین. چیزی که شما میگین لطف شماست، اما من پیش وجدان خود زیاد وجدان من راحت نیست که من تانسته باشم به درستی. چرا پدرها و مادرها خیلی به درستی میتونن که درک کنن اولادشه؟ شاید من درک کرده باشم خواهر برادر مادر خدا و شاید هم نکرده باشم. اینو من خودم نمیتونم بگم، باید اونا بگوین. دیگه پلانای ما را خب چی میگن نمیخوایم که افشا بسازم، البته قدم نخست را که ما نمیزنیم نه خواهش میکنم از امی. خب همه معلوم دار است ما قدم اول است که در سیاست ماندیم و نمیخوایم که از اینجا یعنی همینجا شروع کنم همینجا ختم کنم. پلانای بعدی که دارم البته ما به 20 سال آینده پلان دارم، دیگه آغازش از اینجا است. آیندهش شما انشالله اگر زنده بودین در افغانستان انشالله که شما شاهد هستین. حتما براتون موفقیت و پیروزی میخواییم. پیام و گفتنی اگر دارین در خدمت. سلامت زنده باشین. تشکر. پیام ما به تمام عزیزایی است. بیاین از روزای عید لذت ببریم. دقیقاً که افغانستان مملکت است، هر روزش جگرخونی است، تشویش است و ما فامیلایی را داریم که عزیزان خود از دست میتن. اما در ضمن از اینکه ما بریم با اونا دلجویی کنیم، بعضی ها هستن میان با یک پیام که من عید ندارم یا با بعضی عکس های دلخراش دیگرانم به نظر ما اما انگیزش خراب میسازن. بیاین که از روزای عید مثل عید تجلیل کنیم و خوب و خوش و آرام باشیم در کنار. خودت هم همیشه خوب و خوش آرام باشی. سلام. اگر آهنگ فرمایشی داری صابی صاحب در خدمت است. سلامت زنده باشین. به ذوق شما میشنویم چرا که من ذوق خوب ندارم. و خواهش میکنم ذوق شما بسیار خوب و خوبش است. برتان ایام خوش میخواییم. صابری صاحب از شما شنونده میباشیم. تا که برویم در بستی شیشه هیشم بشکستی با غم و دردم پیوستی بی تو بی تو بی تو دلگیرم درد دلم را درمان قصه غم را پایان حرف دلم را میدانی بی تو
رشک منی های گلرنگم عشق تو شور آهنگم با غم دردت دل تنگم به تو به تو به تو دلگیرم دلگیرم درد دلم را درمان حصه غم را بایان عرف دلم را Yeah.